هموطنان و بیندگان بسیار محترم، اولتر از همه ما سلام و احترامات خود به شما تقدیم میکنم. امید است در هر جای که هستین خوش باشین، با صحت و عافیت باشین و امید است که در وطن عزیزمان یک صلح دائمی برقرار شد. ما دکتر سیما متخصص امراض داخلی عمومی هستم و خوشحال هستم که به وسیله این پروگرام های تعلیمی طبی مصدر خدمت و شما مردم نجیب، عزیز و رنج دیده خود میشم. موضوع این پروگرام است خواب و اختلالات خواب. بر از این که بفهمیم میریم به آناتومی غده پینیل، بعد از او به فیزیولوژی میریم، اختلالات خواب میبینیم و بعد از او بیدار خوابی ها و تشخیص و تداوی. برای آسانی کار میریم و سلایت های خود رجوع میکنیم. موضوعی پروگرام خواب و اختلالات خواب. خواب یک حالت سری و برگشت پذیر است که در وقت خواب فعالیت های حرکتی، پاسخگویی و متابولیسم وجود ما همه کاهش پیدا میکنند. این یک پدیده است که در تمام حیوانات به یک شکل دیده میشه و انسان ها تقریبا یک بر سه حیات خود و خواب سپری میکنه که تقریبا 8 ساعت در شب میباشه. غده پینیل انسان ها که به سرخ نشان داده شده یک ساختمان بسیار مهم است که یک هورمون افراز میکنه و نام ملاتونین و این هورمون سیگنال ها را و دماغ و دیگر اعضای وجود ما پراگنده میسازند. در سال 1975 کشف شد یا دریافت شد که تولید ملاتونین در انسان ها یک رتم شبانه روزی داره. یعنی به چی مانم؟ یعنی غلظت ملاتونین در شب 10 چند زیادتر به مقدار ملاتونین در روز می باشن. ملاتونین که ساختمانش شما در اینجا می بینید یک هورمونی است که از امینی اسید تریپتوفن در غده پینیل تولید میشه و به خون و مایع دماغی نخاع شوکی افراز میشه و به این رقم سیگنال ها را به دماغ و اعضای دور میرسانه. در نوزاد ترشح ملاتونین در ماه 3 و 4 شروع میشه که مصادف به وقت است که نوزاداش شب خواب میکنن. بعد از او تولید ملاتونین به سرعت زیاد میشه و به سن 1 تا 3 سالگی غلظتش به قله میرسه. بعد از او باز مقدارش کم میشه و در تمام دوران بزرگسالی مقدار ملاتونین به حالت پلاتو یا مسطح باقی میمانه. در کلان سالا مقدار ترشح ملاتونین شبانه تخفیف پیدا میکنه و به سن 70 سالگی مقدار ملاتونین تقریبا به 1/4 مقدار ملاتونین یک انسان بالغ کاهش پیدا میکنه. شاید سوالی ای باشه که چرا ما خواب میکنیم؟ هدف یا منظور خواب درست فهمیده نشده، اما نظریات مختلف وجود دارند. یکی نظریه احیای مجدد یا ترمیمی، دیگه نظریه حفاظت انرژی و نظریه سیوم نظریه بازگرداندن حافظه. نظریه ترمیمی یا احیای مجدد این نظریه ترمیم میکنه که وجود ما در وقت خواب خود ترمیم میکنه و احیای مجدد میکنه. و وقتی که یک انسان از یک خواب مکمل یک شب بیدار میشه احساس بازسازی میکنه. برخلاف یک خواب ناکافی سبب میشه که انسان ها احساس خستگی، خواب آلودگی کنه و در نتیجه کارهای روزانه خود درست انجام داده نتانه که البته یما و سیستم معافیت ما تاثیر میکنه. در طول روز یک ماده است به نام ادنزین که دماغ ما تجمع میکنه. این ماده در شب سبب خواب عمیق میشه توسط متابولیسم دماغ. همین ماده از دماغ ما در وقت خواب تصفیه میشه.
و به خصوص یک خواب خوب تصفیه ضایعات سمی عصبی را بهتر می سازد. ترشح هورمون نشونما که میگن گروث هورمون در وقت خواب به اوج خود میرسد که نمی به شراکت سبب نشونمای عضلات و بازسازی انساج میشن. دوم، نظری حفاظت انرژی. EMG امو معاینه که ثبت تون عضلات میکنه، اتونیا یا کم شدن تون عضلات، تمام عضلات داوطلبانه را و غیر از عضلات حجاب عاجز و عضلات خارجی چشم نشان میده. وقتی که عضلات تون یا لنش کم شد، کمتر انرژی مصرف میکنن. نظری سیوم، نظری بازگرداندن حافظه. خواب و شکل پذیری دماغ یعنی تطابق با محیط رول مهم دارن. انسانایی که خواب درست ندارن کمتر یاد میگیرن و به این رقم خواب در حافظه و وظایف شناسایی تاثیر داره. رسیدیم به سیستم رتم شبانه روزی داخلی. این سیستم خواب، بیداری و دیگر سیستم‌های وظیفه‌ای را به شمول حرارت وجود ما، اشتیاق و کورتیزول همه تنظیم می‌کند. و چی مانا؟ مقدار ملاتونین در پلازما و ادرار در روز کم میشه. وقتی که تاریکی شب میشه، مقدارش پس یاد میشه و بین ساعت‌های 11 به شب تا 3 بجه صبح به قله میرسه و بعد از او مقدارش پیش از اینکه روشنی صبح شود به شدت تخفیف میافه. آناتومی غده پینیل و سیستم رتم شبانه روزی را با هم دیدیم. حالا میرسیم به سه خواب و اختلالات خواب که در این قسمتم ما به شما سلایت های تهیه کردیم که را میریم میبینیم. خواب و اختلالات خواب بر از اینکه مراحل یا استیجای خواب تعیین شد، قوانین جاریه استعمال سه چیز ایجاب میکنن که یا عبارتند از الکترو انسفالوگرافی یا EEG یا ثبت امواج دماغ، الکترو مایوگرافی یا EMG ثبت تون عضلات، سیوم الکترو آکیولوگرافی یا EOG یا ثبت حرکات چشم ها. کلبته پاترن فعالیت در این سه سیستم تصنیف بندی انواع مختلف خواب تعیین میکنه که باید هر سه در این زمان باید ثبت شد. پالی سومنوگرافی یا معاینه مطالعه خواب، پارامترهای معاینه مطالعه خواب از این قرار است. EEG یا ثبت فعالیت امواج دماغ یا مغز، EOG ثبت حرکات چشم ها، EMG یا ثبت حرکات عضلات، EKG یا گراف قلب و دیگر پارامترها ثبت جریان هوا از بینی و دهن، اندازه گرفتن حرکات تنفسی صدری و بطنی و سچوریشن اکسیژن می باشن. در این سلاید ما EEG را نشان می دهم که الکترودها به جلد سر نصب می شن، بعد از اون امی امواج بزرگتر می شن و توسط یک کمپیوتر نشان داده می شن. در سالهای 1930 ساینتست ها الکترودهای اساس به جلد سر نصب کردن و به این رقم فعالیت های برقی دماغ ثبت کردن. یا مس امواج دماغ در EEG. امواج دماغ در EEG. بیتا در وقت بیداری و کارهای فکری.
الفا به وقت بیداری و استراحت، تیتا به وقت خواب و دلتا به وقت خواب عمیق. به این سلاید ما EMG یا الکترومیوگرافی را نشان میتم که الکترود در قسمت زناخ و اطراف سفلی وصل میشه و حرکات و تون عضلات اندازه میشه. یا مس عمل EOG یا ثبت حرکات چشما که الکترود یکی به طرف چشم راست یکی به طرف چشم چپ گذاشته میشه و حرکات چشم در وقت بیداری، خواب رم و نن رم اندازه میشه. به این رقم هر سه سیستم در عین زمان ثبت میشن. البته مواظبت این سیستم توسط یک تکنولوژیست ورزیده صورت میگیره. انسان های بالغ دو بر سه 24 ساعت بیدار می باشن. رفتار، حرکات، مکالمه و باز کردن چشما همه حالت بیداری را نشان می دهند. و هر حالت فعالیت ها همه به پایان می رسند، خستگی پیدا می شه. انسان ها چشمای خود بسته می کنند. در این وقت است که امواج دماغ آهسته می شه و موج های الفا دیده می شه. خواب از خود استیجا داره که ای و دو سه تقسیم شده، یکی خواب رم، امو خوابه که انسان ها دو خواب می بینن و حرکات چشم سری می باشه، و مرحله دیگه به نام خواب نن رم یا خواب کوایت یا آرام که چشم ها حرکت نمی کنن. قسمی که پیشتر گفتیم خواب رم و نن رم بود و خواب رم مشخص و سه چیز است. گراف موجای دماغ و شکل دندانی عرم می باشد. چهره شناخته شده این مرحله حرکات سری چشم ها می باشد. امواج عضلی یک حالت اتونی را نشان می ده، یعنی کم شدن تون یا لحن عضلات داوطلبانه و جز از عضلات خارجی چشم و عضلات جاب آجز. بازم خواب رم دو مرحله داره، یکی مرحله فیزیک و مرحله تانیک. مرحله فیزیک حرکات سریع و پی در پی چشما همراه با تکان خوردن عضلات به شکل کوتاه در این مرحله دیده میشه. و مرحله تانیک که در بین مراحل فیزیک واقع میشه، تون عضلات به شکل ثابت کم می باشه. نوزم هستیم در خواب رم. خواب دیدن شامل این قسمت خواب است. نظریه به ایست که در این مرحله خواب حافظه‌های مهم باقی میمانه و حافظه‌های غیر مهم همه آراسته میشه و از بین میره. مرحله دیگه خواب به نام نن رم یا خواب آرام، بسیاری انسان‌های بالغ از حالت خواب لودگی راستن داخل مرحله نن رم خواب میشن. نن رم بازم به نوبه خود سه مرحله داره، مرحله N1، 2 و 3. بیاین که مشخصات هر کدام از یارا دانه دانه ببینیم. اول استیج نن رم و استیج N1. این مرحله تغییر بین بیداری خواب است. مرحله بسیار سطحی خواب است. انسانهایی که از این مرحله بیدار میشن از خواب فکر میکنن که هیچ خواب نبودن. 5-10% قسمت مجموعی خواب تشکیل میده. در گراف امواج دماغ یا EEG امواج تیتا دیده میشه. چشم ها به این مرحله آستا و به طرف بالا حرکت میکنه.
استیج ان دوم نان رم. فیصدی زیاد خواب مجموعی را در انسانهای بالغ نیمه سال مرحله N2 تشکیل میده، یعنی به طور عمومی 45-50% خواب عمومی در انسانهای بالغ است و در EEG یا گراف امواج دماغ موجهای تیتا دیده میشن. مرحله N3 خواب نان رم. این مرحله را مرحله خواب عمیق هم یاد میکنن. 10-20% قسمت مجموعی خواب را در انسانهای بالغ تشکیل میده. امواج دلتا در EEG دیده میشه. اکثرا در نصف اول شب واقع میشه و بیدار کردن انسان ها از این مرحله مشکل می باشد. مراحل خواب دیدیم، رم و نان رم. میم و ساختمان خواب. ساختمان خواب یک شب متجانس نیست. برای از اینکه ایره شما خودتان ببینید، میریم باز و سلایت های خود رجوع میکنیم. در این سلایت ما سبک معماری یا ساختمانی خواب رو میبینیم که ساختمان خواب یک شب یک نوع نیست، متجانس نیست، چندین دوره را طی میکنه و این و مثل آسمان خراش ها. به طور عموم دوره شروع میشه از خواب نان رم، اینجا شما میبینه بازی میره و خواب رم که به سرخ نشان داده شده و هر دوره تقریبا 90-120 دقیقه دوام میکنه. قسمی که شما میبینه 4-5 دوره، 1-2-3-4-5 در یک خواب 8 ساعته رخ میده. همین دوره در یک شب استاندارد یا معیاری و طور زیل تعقیب میشه. انسانهای بالغ از خواب آلودگی میرن به خواب نان رم N1 که 5% خواب تشکیل میده، بعد از او به استیج 2 45% مجموعی خواب تشکیل میده، با استیج N3 که او را خواب عمیق یاد میکنن 25% خواب تشکیل میده، پس ما به خواب رم که 25% تشکیل میده و 4-5 دوره در یک خواب 8 ساعته رخ میده. انسان بالغ از حالت خواب آلودگی میره و نان رم 1-2-3 باز به قسمت خواب رم. همو فیصدی استیج 3 که همو خواب عمیق رو یاد میکنن در سر شب یا مراحل اول شب زیادتر می باشن، در آخر شب کمتر می شن. برخلاف فیصدی خواب نو رم، همون خوابی که انسان ها در او خواب می بینن، در آخر شب زیادتر می شن. قسمی که شما اینجا می بینه. بیداری مراحل خواب به یکی از دو نوع تغییر می کنن. هر قدر خواب عمیق می شن، تغییرات خصوصی در گراف امواج دماغ، حرکات عضلی و حرکات چشما به مشاهده می رسند. بعد از او به نوبت خود بیداری رخ می ده که انسان ها از خواب عمیق و خواب سطحی و بالاخره به بیداری می رسند. مراحل خواب، ساختمان خواب دیده، نوبت رسید و اختلالات خواب که 7 نوع است یا ماست سلاید های ما به این قسمت. اختلالات خواب به 7 قسمت دسته‌بندی شده که یا عبارتند از بیدار خوابی ها، اختلالات تنفسی در وقت خواب، اختلالات خواب آلودگی مرکزی، اختلالات در رتم شبانه روزی خواب، پراسامنی است، اختلالات حرکات در وقت خواب و دیگر اختلالات در وقت خواب. گروه اول بیدار خوابی ها که 3 نوع هستند
بیدارخوابی های مدت کوتاه مزمن و دیگه بیدارخوابی ها که را پسانتر و شکل مشرح با هم مرور میکنیم. دوم است اختلالات تنفسی در وقت خواب که یا برتند از خور زدن، سندروم توقف تنفسی انسدادی در وقت خواب، سندروم توقف تنفسی مرکزی که بازیام دو نوع است، ابتدایی و ثانوی. حال میبینیم خور زدن. خور زدن از اثر اهتزازات انساج نرم طرق تنفسی علوی در وقت خواب مخصوصا در وقت نفس کشیدن پیدا میشه. سنورینگ یا خور زدن پاتوفیزیولوژی طرق تنفسی را نمایان میسازه که یا عبارتند از تنگی در طرق تنفسی، زیاد شدن مقاومت در طرق تنفسی و انعطاف پذیری حلق و گلو. دیگه است سندروم توقف تنفسی انسدادی در خواب. این تکلیف مشخص و اپنیه، یعنی مریض به طور موقتی نفس نمی کشه، یا هایپاپنیه، یعنی مریض تنفس آهسته و سطحی می کشه همراه با انعطاف یا سقوط طرق تنفسی علوی در خواب. اگر در این قسمت شما ببینید طرق تنفسی باز است، اما در اینجا که اگر در این قسمت ببینید در این طرق تنفسی باز نیست، مسدود شده. این تکلیف درجه های مختلف دارن که از 1 تا 4. در معاینه فیزیکی اگر مریض دهن خود را باز کنه، ما میتونیم که درجه خفیف یعنی درجه 1 و درجه شدید یا 4 و چشم خود ببینیم. اکثر این مریضا از خواب آلودگی در روز شکایت میکنه و در پلوی از هم بستر مریض راپور میده که مریض خورای بسیار بلند میزنه و با دهان باز و کنده کنده نفس میکشه. علائم سندروم توقف تنفسی انسدادی در خواب چی خواهد بود؟ یا عبارتند از خواب آلودگی شدید، خور زدن در وقت خواب و در وقت خواب با دهان باز و کنده کنده نفس کشیدن و احساس خفگی کردن، مخصوصا کسایی که عوامل خطر به این مرض دارن که ها عبارتند از چاقی، سن بلند و جنس مرد. چرا سندروم توقف تنفسی انسدادی در وقت خواب مهم است؟ کسایی که این تکلیف دارن تکالیف قلبی، بلندی فشار خون، سکته مغزی، مقاومت در مقابل انسولین آید آلشان میشه و در پلوی از این همه سبب تکلیف حافظه، چانس حادثات ترافیکی و اخلال نوز هم میشه. این تکلیف چطور تداوی میشه؟ تغییر طرز زندگی که عبارتند از وزن باختن، اجتناب از الکل و دوای آرام بخش و دوای که عضلات استرخا میده. مریضا باید به تختی پشت خواب نکنن. دستگاه های وجود داره به نام CPAP Continuous Positive Airway Pressure که سبب تولید فشار مثبت و طور دوامدار در طرق تنفسی میشه و بالاخره جراحی ها. ماشین CPAP چی است؟ یک آلیس که فشار مثبت هوا را تولید میکنه و توسط یک ماسک شما اینجا میبینین که این ماسک بینی را میپوشانه و توسط یک هوز یا روده این ماشین به انسان متصل میشه. هنوزم هستیم در اختلالات تنفسی در وقت خواب و در سندروم توقف تنفسی مرکزی که مشخص به عدم موجودیت حرکت تنفسی یا جریان هوا در طرق تنفسی است که را توسط معاینه مطالعه خواب ما میتونیم تشخیص کنیم. سندروم توقف تنفسی مرکزی دو نوع است. یکی ابتدایی یا ایدیوپاتیک یعنی علتش معلوم نیست و دیگه نوع ثانوی
که به اثر عدم کفای قلب و استعمال مواد مخدره پیدا میشن. دیگر اختلالات خواب در رتم شبانه روزی. این تکلیف از حالت غیر عادی یا بیقاعدگی در رتم شبانه روزی داخلی یا خارجی پیدا میشن. خارجی به چی مانا؟ یعنی کسایی که در شب کار میکنن یا سفر تیاره. علتش عدم تطابق رتم شبانه روزی داخلی با روشنی و تاریکی محیط است. قسمی که در اول گفتیم اختلالات خواب 7 نوع بود. نوع چهارمش اختلالات مرکزی و خواب‌آلودگی که میگن نارکولپسی که یک سندروم کلینیکی است همراه با خواب‌آلودگی مزمن در روز، کاتاپلکسی، هیپنوداجیک هلوسینیشن که میگه تخیلات خواب و سلیپ پارالیسیس یا فلج خواب که ما را به شما تشریح میکنم. تنها یک بر سه مریضا این 4 علامه را داشته می باشند. اما کسایی که به شکل مزمن و دوامدار در روز خواب‌آلودگی داشته باشند باید تشخیص نارکولپسی مد نظر گرفته شد. شاید شما پرسان کنین که کاتاپلکسی چی است؟ یک ضعف عضلات است و طور موقتی که ضعف عضلات توسط احساسات تحریک میشه و اکثرا احساسات مثبت از قبیل خنده کردن، مزاح کردن و هیجانی شدن. در کاتاپلکسی شور برقرار می باشه و ضعف عضلی اکثرا بعد از 2 دقیقه از بین میره. هیپنوداجیک هلوسینیشن یا تخیلات خواب چی است؟ اکثرا تخیلات ترسناک بصری، چش یا چشم، سمی یا گوش یا طعم می باشه و وقتی واقع میشه که مریض نو به خواب میره. سلیپ پارالیسیس یا فلج خواب چیست؟ یک حالت است که پیش از بیدار شدن انسان بر 1-2 دقیقه حرکت نمیتونه و بعضا پیش از اینکه مریض در خواب بره هم میتونه این واقع شه. علت نارکولپسی از بین رفتن مواد کیمیایی عصبی یا نوروپپتاید هاست به نام اورکسین A یا B که را به نام هایپوکرتن 1 و 2 هم یاد میکنن. این مواد کیمیایی عصبی در هایپوتالامس ساخته میشه و اثر هیجان انگیز داره. همین مواد کیمیایی عصبی که به نام اورکسین یاد میشه تا وقت بیداری افراز میشه و فعالیت بسیاری قسمت های دماغ که مربوط به بیداری است او را نگاه میکنه. نارکولپسی 2 نوع است. تایپ 1 همراه کاتاپلکسی و تایپ 2 بدون کاتاپلکسی. تمام مریضایی که نارکولپسی دارن خواب‌آلودگی مزمن دارن و از انسانهای صحتمند که زیادتر خواب نمیکنن. یه اشخاص در وقتهای نامناسب سرشان خواب میه. همین خواب‌آلودگی اقدر شدید می باشه که مریضی که نارکولپسی داره بدون اخطار سرشان خواب میه که نمیره میگن حمله خواب. همین خواب‌آلودگی بعد از یک خواب کوتاه رفع میشه. بسیاری مریضایی که نارکولپسی دارن صبح که از خواب بیدار میشن احساس تازگی میکنن. اگه یادتان باشه اختلالات خواب 7 نوع بود که نوع 5 به نام پاراسومنیاس. پاراسومنیاس چی است؟ اختلالات بیدار شدن از خواب عمیق یا نان رم پاراسومنیاس میگن که یا عبارت از اختشاش فکری در وقت بیدار شدن. کسایی که در حالت خواب در شب را میرن غذا میخورن و اختلالات وحشت یا ترس زیاد در خواب که این طرز رفتار در خواب
از جمله اختلالات است که از ترانزیشن نامکمل بیداری از خواب عمیق یا نندم پیدا میشن. اختشاش فکری در وقت بیدار شدن ایچی است؟ حملات اختشاش فکری و رفتار انسان است وقتی که صبح از خواب بیدار میشن و ای حتی بعد از خواب نیم روزه هم میتونه پیدا شد. گفتار یا صحبت بسیار هایسته و بدون محتوا می باشد و مریض حالتش سردرگم و حافظش درست نمی باشد. و طور مثال مریض از خواب بیدار می شود و نمی فهمه که کدام روز و کدام تاریخ است. مدت اختشاش فکری در وقت از خواب بیدار شدن اکثرا 2 تا 15 دقیقه می باشد، اما حملات می تانه و چندین ساعتم دوام کنند. از جمله پاراسومنیا است یک تکلیف دیگه است که کسایی است که در حالت خواب در شب غذا میخورند. انسانایی که به این تکلیف مصاب هستند و شکل حملات راجع و غیر ارادی که در شب بیدار میشن غذا میخورند و از رفتار خود هیچ خبر نمیباشند و این تکلیف و امراض مثل بولیمیا، بنج ایدینگ دیسوردر و انورکسیا نوروزا هیچ ارتباط نداره. البته اختلالات خواب که مریضا در شب در حالت خواب میرن نان میخورن از خود معیارهای تشخیصی داره که یا عبارتند از اول حملات راجع که مریضا مقدار زیاد غذایی که کالوریشان زیاد است مصرف میکنن و شمول مواد سمی، غذای یخ زده، نان پشک، سیگرت و ملولایی که خانه را پاک میکنن. دو، این انسان ها بیدارخوابی دارن و برای جستجوی غذا یا وقت غذا پختن در خواب یا جراحت حاصل میکنن و سوم، مریضا در صبح بی‌اشتیا میباشن. این مریضا وزن میگیرن و امراض مثل مرض قند، بلندی کلسترول و چربی خون، بلندی فشار خون، مرض طرق تنفسی انسدادی در خواب هم برشان پیدا میشه. در این تکلیف حملات در هر شب و در سر شب رخ میده و مریضا اکثرا خانمای بالغ میباشن. چهره مشخصی تکلیف ایست که مریضا از این که در نصف شب میخزن و غذا میخورن هیچ آگاهی ندارن. یه برخلاف سندروم غذا خوردن شبانه. سندروم غذا خوردن شبانه چیست؟ از جمله اختلالات است که مریض از وقت غذای شب تا ای که پیش از اینکه خواب میره غذا میخوره یا ای که بعد از بیدار شدن از خواب غذا زیاد مصرف میکنه. وحشت در خواب یا sleep terror هیچی است. مریضا دفتن از خواب بیدار میشن و بستر خود میشینن، فریاد میکشن همراه با فعالیت های شدید سیستم خود مختار از قبیل سری شدن حرکات تنفسی، قلبی، همراه با عرق ریزی، سرخ شدن روی و کلان شدن حدقای چشم. دیگه پاراسومنیا است. یکی را میگن انیوریسیس یعنی ادرار غیر ارادی در شب. اطفال 5 ساله یا از 5 ساله که کلانتر هستند و بدون اختیار در شب در خواب ادرار میکنند. این میره میگن انیوریسیس یا بی اختیاری ادرار در خواب. بی اختیاری ادرار بدون علامت چیست؟ این به اطفال تعلق میگیره که هیچ کدام تکلیف طرق بولی سفلی یا مثانه نمی داشته باشن. این تکلیف سرخود از بین میره یعنی چانس از بین رفتن سربخودیش در اطفال 5 ساله 15% است و در اطفال 15 ساله زیادتر از 1-2% می باشن. علت انیوریسیس یا علت ادرار سربخودی در شب یک یا چندین فاکتور داره.
عمدترین میخانیکیت ای تکلیف از قرار زایل است. ادرار زیاد در شب، فعالیت بیش از حد عضلات مثانه، خواب مضطرب، تأخیر بلوغ، عوامل ژنتیک و افراز غیر نرمال هورمون ADH یا آنتی دایورتیک هورمون از غده نخامیه. بیداری از خواب نو نان رم بود دوره دیدیم. میایم اختلالات رفتار در خواب نو رم یا خوابی که انسان ها در اون خواب میبینه دوره میبینیم. این نوع اختلالات طرز رفتار در یک برسه آخر شب پیدا میشه. مریضا خواب میبینن که کسی رو تعقیب میکنه، مقابله یا حمله میکنه. دفعتن در اخیر یعنی حمله از خواب بیدار میشه و محتویات خوابشان به کلی در یادشان میباشه. این انسان ها چشمایشان بسته میباشه و از جای خودم شور نمیخورن. بازم یادآور میشم که اختلالات خواب 7 نوع بود. نوع ششم اختلالات حرکات در وقت خواب. یکی از این است رستلس لیگ سندروم یا سندروم بیقراری پاها که مرض ویلس اکبوم هم یاد میکنه. این مشخص است و یک احساس بسیار نامطلوب و پای همراه با احساس که باید پای خودش شور بده. اکثرا در وقت سکوت یا در وقت عدم فعالیت پیدا میشه. زیادتر از طرف شب متبارز است. همین احساس نامطلوب به شکل موقتی بعد از اینکه مریض پای خود حرکت میره میده از بین میره. از جمله اختلالات حرکی در خواب یکی است به نام periodic limb movements of sleep که حرکات نوبتی یا دوروی عضو یعنی پا در خواب است که مشخص است و حرکات دوروی تکراری و یک نواخت در پای و در وقت خواب. بازم تکرار میکنم که اختلالات خواب 7 نوع بود و نوع هفتمش دیگر اختلالات خواب که ای به هیچ یک از کاتگوری های سابق شامل نیست و اختلالاتی که علتش عوامل محیطی می باشه هم مشتمل این گروه است. بینندگان بسیار محترم، اختلالات خواب گفته بودیم که 7 نوع بود و که البته همیشان مهم است، اما مهمترینشان بیدارخوابی است که چون مبحث بسیار مهم است ما میریم بیدارخوابی ها رو به شکل مشرح‌تر در سلاید های خود با هم میبینیم. انسامنی است یا بیدارخوابی ها ای سه نوع است. بیدارخوابی های که مدتش کوتاه است یعنی علائم کمتر از 3 ماه است. بیدارخوابی های مزمن کلائم زیادتر از 3 ماه می باشن و دیگه بیدارخوابی ها. بیدارخوابی به این که یک انسان چند ساعت خواب میکنه تعریف نمیشه. چرا؟ از خاطر که مقدار ضرورت خواب از یک انسان و انسان دیگه فرق میکنه. معیارهای تشخیصی بیدارخوابی 3 چیز است. اول مشکلات در آغاز خواب، دوام خواب یا صبح وقت از خواب بیدار شدن. دوم مشکلات در خواب با وجودی که شرایط و زمینه خواب مساعد باشه. و سوم علائم عدم خواب در طول روز. با کدام بیدارخوابی ها بیدارخوابی های نوع مدت و کوتاه گفته میشه؟ اگر علائم کمتر از 3 ماه باشه علتش اکثرا عوامل استرس یا پریشانی موقتی باشه. بیدارخوابی علامه یا تمرکز مستقل مریض باشه و از بین رفتن بیدارخوابی وقتی که امو
پریشانی موقتی از بین بره یا مریض به او عادت کنه و شایدم این بیدارخوابی و بیدارخوابی مزمن تکامل کنه. بیدارخوابی مزمن، اگر یک انسان هفته 3 شب و زیادتر از 3 ماه بیدارخوابی داشته باشه، اینه میره بیدارخوابی مزمن میگن. ریسک فاکتورز یا عوامل خطر و بیدارخوابی ها چی خواد باشه؟ کسایی که تکالیف روانی دارن، کسایی که در سابق بیدارخوابی را تیر کرده باشن، تاریخچه فامیلی بیدارخوابی، کسایی که به بسیار آسانی از خواب بیدار میشن، خرابی صحت و طور عمومی، درد اعضا، کسایی که فشارهای عصبی زیاد سرشان تاثیر میکنن. در این سلاید تشخیص بیدارخوابی ها را با هم میبینیم. تاریخچه خواب یگانه معاینه تشخیصیه برای تایید یا تردید بیدارخوابی میباشه. تاریخچه طبی معاینه فیزیکی که دیده شود که علت بیدارخوابی دیگه امراض، دواها یا دیگه چیزا نباشه. دیگه معاینات بعد از تاریخچه و معاینات فیزیکی تعیین میشه. در این سلاید تداویای انسامنیا رو میبینیم که اول تداویای طرز روش و رفتار و دیگه تداویای دوایی. دواها بنزو دیازپین، نان بنزو دیازپین، رمالتیان، سووراکسن و دیگه دواها، دوای انتی هستامین، ملاتونین و دوای ضد دپرشن. اول تداویای طرز روش رفتار، یکی از سلیپ هایجین یا تعلیم برای بهبودی خواب، تداوی آرامشی بایو فیدبک، تداوی کنترل مواد تنبیه کننده، تداوی محدودیت خواب، تداوی درمانشناسی، تداوی با روشنی و تداوی طبیعی با رتم و دوران وجود. سلیپ هایجین یا تعلیم برای بهبودی خواب یا از قرار زایل است، خواب تا وقت کنین که ضرورت داشته باشین و بعد از او از جای بخیزین. برنامه یا پروگرام خواب منظم باشه. و چی مانا؟ یعنی در این وقت در شب خواب کنین و در این وقت در صبح از خواب بخیزین. اگر خواب نداشتین سرتان فشار نیارین که خواب کنین و اجتناب از نوشابه های کافئین، اجتناب از الکل پیش از خواب، ترک سیگارت، شکم گرسنه و بستر نروین، محیط اتاق خواب را آراسته بسازین تا روشنی، حرارت، صدا همه آرام پذیر باشن. تمام تشویش ها را و کنار بگذارین، سپورت و طور منظم کنین، اما در روز یا قلن زیادتر از 4 ساعت پیش از خواب و پیش از خواب از تلفن کردن و خواندن کتابای الکترونیک حذر کنین. دیگه از تداوی ریلکسیشن یا تداوی های آرامشی، آرامش عضلات توسط تقلص و استرخای عضلات، البته به شکل بسیار ملایم بر 1-2 ثانیه که از سر شروع کنین تا پای و بعد از او امیره چندین بار تکرار کنین. دیگه تداوی بایو فیدبک که در این تداوی یک سنسر الکترود به جلد سر نصب میکنه تا فشارهای عضلی و گراف امواج عصبی تعیین شود و به اساس از او تدریس میشه که چطور یک انسان همو تنشن و فشار کم کنه. با طور مثال یک طفل یک بازی ویدیویی میکنه
این حالا وقتش سرش یک فشار یا تنشن عصبی که میه این گیم یا بازی توقف میکنه. کنال توسط نفس کشیدن آرام، عمیق و استرخای عضلات میتونه این طفل همو فشارا را از خود کم بسازه. دگس تداوی محدودیت خواب. اول باید مقدار متوسط خواب معلوم شه و بعد از او به مو مقدار انسان باید دبستر بانه. اما به شرط که مقدار متوسط خواب از 4 ساعت کم نباشه. باید به وقت معین انسان به خواب ره و به وقت معین از خواب بخیزه و از خوابای نیمه روزی حذر شوه. دگس Cognitive Behavior Therapy هیچی است کورسای تمرینی 8 تا 10 هفته است که تمام طریقه هایی که در پیشتر ذکر شد همی ازواره با هم یک جای میکنن. این تداوی تمرین بیبودی در رفتار، مود، ذهن و وجود انسان در مقابل عوامل محیطی میباشن. دگس تداوی فوتوتراپی یا تداوی با روشنی. در این تداوی انسانی که تکلیف بیدارخوابی را داره در مقابل یک روشنی مخصوص آبی که هاوی روشنی برقی است قرار میگیره. البته در وقتهای پیشین که همو سبب تأخیر خواب میشه. یک تداوی با روشنی نوع تناوبی. انسان میتونه که در مقابل روشنی آفتاب در برنده یا ورسی قرار بگیره که البته در معرض روشنی قرار گرفتن در یک وقت معین امو سات خواب وجود ما که پینیل گلند است او را وقتش به تغییر میتن. بالاخره کرونوتراپی یا تداوی طبیعی رتم و دوران وجود. در این تداوی خواب به شکل قصدی 2-3 ساعت به تأخیر انداخته میشه، البته به چندین شب پشت پشت تا ای که سر انسان خواب بیه. بعد از ای که همو وقت منتخبه خواب تعیین شد انسان باید همو برنامه را تعقیب کنه. بالاخره تداوی های دوایی گروپ بنزو دیازپینز که یا عبارتند از کوازپم، پرازلم، استازلم، تمازپم، لورازپم و لورازپم می باشند. دوای بنزو دیازپین دوای قدیمی استند که به نسخه نوشته می شه سبب آرامی، استرخای عضلی و کمی استراب وجود می شه و تنهایی دوا و مدت کوتاه تجویز می شه. دوای نان بنزو دیازپین عبارتند از زالپلان، ازوپکلان، زولپدیم می باشه. این دوا عوارض جانبیشان نسبت به دواهای بنزو دیازپین کمتر است از خاطر که زیادتر در مراکز خواب تاثیر میکنه نسبت به دیگر قسمت های دماغ. این دواها به مدت طولانی هم نسخه داده میشه. دوای دیگه است به نام رملتیان. دوایی است که به نسخه نوشته میشه و به سیستم ملاتونین تاثیر میکنه و کسای داده میشه که سرشو خوشان نمیبره و ای باعث اعتیاد و خوابالودگی در صبح نمیشه. سووراکسن دوای دیگه بر بیدارخوابی است که اوراکسن همون ماده که سبب بیداری دماغ میشه او را نهی میکنه. دیگه دوا به نام ملاتونین. اگر کمتر از 3 ماه استفاده شد این دوا محفوظ است چون ملاتونین به شکل مواد زمینی تغذی در دوکانا فروخته میشه. جزء ترکیبی مقدار و خالصیتش درست تنظیم نشده. داکسپن دوای ضد افسردگی است که به مقدار بسیار کم به تداوی بیدارخوابی ها توصیه میشه. دیگر دوای افسردگی به تداوی بیدارخوابی ها تجویز نمیشه
اما بعضشان از خاطر که تولید آرامش وجود میکنن به این منظور استعمال میشن. انتی هستامینز یا دوای ضد آلرژیس که بدون نسخه در دوکان ها فروخته میشه و یا از قبیل نایتول، سمناکس و یونسم میباشه. تاوی دوای ضد آلرژی دایفن هایدرومن یا بنادرل میباشه. بالاخره تداوی های تناوبی اکیو پرشر یا تب فشاری، تایچی و یوگا، دواهای گیاهی در تداوی بیدارخوابی ها هنوز آزمایش نشدن و معلوم نیست که این دواها تاثیر داره، محفوظ هستن، از این خاطر این دوا توصیه نمیشن. بعض انسان ها از الکل به مثل دوای خواب استفاده میکنن، اما الکل سبب اخلال خواب در پسانهای شو میشه. اگر به مدت دوامدار استعمال شوه سبب اعتیاد میشه و اگر الکل ترک شوه سبب بیدارخوابی های شدید میشه. از خاطر بسیاری خطرات صحی الکل بر کسایی که بیدارخوابی دارن در وقت خواب توصیه نمیشه. هموطنان و بینندگان بسیار محترم، یام بود پروگرام درباره خواب، اختلالات خواب و شمول بیدارخوابی ها. امید است که پروگرام به شما مفید بوده باشه. پیش از اینکه پروگرام ما ختم کنم خواستم که باز یادآور شم که کلینیک تشخیص غوثی و دکتران بر افغانستان در کابل کارت 4 سرکول مقابل مکتب رابی بلخی با دکترهای بسیار ورزیده فامیلی پرکتس و دکتر ولادین سویی با وسایل جدید و شمول لابراتوار مجهز، فارماسی با دواهای با کفایت و آلتراساوند و دیجیتال اکسری آماده خدمت و شما مردم شریف و نجیب و رنجدیده افغانستان است. ما از افغانهایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن از وا خواهش میکنم که به دوستا اقارب خود بگوین که به این کلینیک برن. چرا؟ از خاطر که این کلینیک خاص و فقط برای کمک و مردم شریف و رنجدیده افغانستان اعمار شده. در خاتمه ما همه شما عزیزان و خداوند یکتا میسپارم و هر جا که هستین خوش باشین، با صحت و عافیت باشین. گپ کلانای ما یادتان نره که میگن جانجوری پاچایی و جان نگاه کردن فرض است. لطفاً کمک به مردم رنج دیدتان فراموش نکنین و یاد شما نره که آبادی افغانستان وظیفه ما و شما افغان است. خداحافظ.